درود خدمت تمام شما همبتنان و مهربان، امیدوارم هر کجایی که هستین خوب و صحتمند سر حال باشین. سپاس از هر یکتون که تا هنوز ما را حمایت کردین و کمک همکاریتون از همبتنان را ما دریغ نکردین. خداوند متعال همه شما را خیر نصیب بکنه. تشکر از تک تک شما همبتنان و مهربان که تماس میگیرین، وعده کمک همکاری بر خانواده های نیازمند میتین و ما را هم خوشحال میسازین تا با سراغ خانواده ها بریم و تا دست پر بریم طرفشان و لبخند هدیه بکنیم برشان. این بار هم طرف دی سب سر زدیم، منطقه باچو صاحب، با اینجا خواهر ما، خانواده ای که 6 نفری الی 7 نفری زندگی میکنند و روزگار نشاندون خوبی دارند. در افغانستان اگر بگویم 95% تحت فقر زندگی میکنند و یکی هم از اون خانواده های این خانواده هست که با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنند و تنها امیدشان شما هموطنان مهربان هستن که در بیرون کشور هستن که نان لقمه‌تان امرایشان نصف میکنند. حالا هم آمدیم تا از وضعیت و زندگیشان آگاهی حاصل بکنیم، بیشتر با زندگیشان آشنا بشیم. پس تا آخر ما رو همراهی بکنین، از داستان زندگیشان تا آخر ببینین تا ببینین چه وضعیتی دارن و واقعیت مستحق هست یا خیر. خیرگرامی صد خسته نباشین. سلام و زنده باشی برادر عزیز، شما خوش آمدین به خانه ما و یادی از ما آوارگان میکنین. قربانتان خیر. من بسیار خوش هستم برادر عزیز شما تشریف آوردین تا مشکلات زندگی ما را از ما بپرسین. قربان خواهر، بینون از زندگیتون بگوین، از مشکلاتتون بگوین، در ضمن که قاری قرآن هم از خواهر ما انشاءالله که تلاوت هم خواهد داشتن. میرم باید خواهر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. صدای دلشین قرآن شریف و وقتی که میشنویم زمین و آسمان بلرزه. که ما هم بنده های خداوند متعال هستیم و خداوند متعال برکتش بر تمام هموطنان ما در بیرون و در داخل کشور هستند و دعا میکنیم که این بدبختی و مشکلات از وطن ما دور شود. بدبختانه امشب هم در صندوقه دشت بچی دوباره حمله شد و جان خیلی هموطنان ما را گرفتن. امید داریم که این بدبختی از وطن ما دور شود. الله خواهر ما از مشکلات خود میگن. نظر مشکلات ما خواهم مشکلات داره و بیگام نفر بهترین مشکلات داره، چون من خودم قاری قرآن هستم. شعور ما کار میکردم قصبه مرمی خورده شد. خودم امی نفقه 7 اولاد دارم، یک اولادم خانه پدرم چون است و 6 جان دیگهش 5 جان خانه هستن و بسیار فقر و بیچارگی، بسیار زندگی سرم تلخ آمده است. امینان خوردن نداریم، روغن نداریم، لباس هیچ چیز نداریم. لباسش تو کاکای ما میشه دفتر خوش آباده جانشان میکنم. بسیار دیگه سرم سختی آمده، خانه نداریم، جای نداریم دیگه. یک از خسرم یک خانه جای برای ما رسیده است، اونم را نمیتونم، توانایی ندارم که ما دیگه خانه بندازم. میجوام خانه کسی دیگه است که آمدیم جنگ دوام میکردم. حتی ما از فقر بیچارگی نه نقاف تر کردیم. خود محافظ قرآن هستم، اجازه نمیتونم وجدانم دز و گدایی بزنم. دفاتیه که برم قرآن شریف بخوانم بازم ما کمک حمایتم میکنن، پولی یا نقده یا چیز برام میگرن و همچنان خب دیگه پدرم بیشتر حمایتم میکنه. از زمانی که شوهرم اوگاه شده بیشتر بیشتر کمک میکنم با شما. خواهر اینجا خانه کرا میتین؟ خانه کرای سفره. چند کرا میتین دیگه؟ اینجا 2000. دمین دشت؟ دمین دشت 2000 کرا میتین. Thank you.
خب مصارف نان و خوراکتان یا چه دوباره دم میکنین؟ مثلا آرد برنج و غن؟ اما آرد برنج که هست همی قرآن شریف که بخوانم جایی که برم مردم کبک میکنم مردم باست نقطه میتا امور میخریم. اصلا مای چند بار خود برید؟ مای دو بار سه بار که برم یک بار برم اتا وقتی میشه در یک مام نمیرم در دو مام نمیرم با خیر بینم پدرم بیچاره مایت میکنم. خب اولادار هستین و شکار هستین زمستان آمد خاطرشون چیزی گرفتین نگرفتین؟ نه خیلی چیز نگرفتین میتونین که کل جای سعی کنین ببینین همین خانه هم سعی کنین خانه هم سعی ندارم لیاف نیست کمپل نیست ایچ نیست بسیار سر ما در قصه دیگهش نیستم به خاطر همی اولاده که خوب که اندیشان خوب برای اندیشان خوب باشه یک کسی که فیلان به ما کمک کرده بود دو بود یک بود یارد و یک بشک اگر روغن آلی همی قیق مونده است دیگه خلاص دیگه خلاص ایچ نیست ماهی دو هزار بازگره خانه رو چطور؟ بازگره خانه رو که میگه هر قمشه ها باز مرغ داشتم مرغای ما فروختم دو دانه ما دست فیلن دیگه یک مویش دادیم دیگه دیگه دیدم که یک قسمت مثل فارم مرغداری جور شده هیچ شخص این فارم هم یک شرکت است یک چیز تیم همی مرغداری است وزارت دهاتم کشا آه امو خیر ببینن کمک همکاری کنن برای ما انداختین بخاطر از اینکه مرغ میتن که خاطر بی بزاعت هستیم همی روزمره همی چیزای ما خرچه صابون و چای بوده بر باز از این چه قسم هایت میکنین از مرغ تخمش هم فروشیم؟ از مرغ تخمش هم فروشیم جمع میکنیم باز اونم رو خرچ خانه میکنیم خب مثلا یه شفاخانه و اینا هم دور از اولادتان مریض یا چطور میکنیم؟ میبریم شانم با یک مشکل دیگه فعلا خود ما مریض هستم فعلا دوایی این طرف هست که میاوردم شوهر ما مریض هست نمیتونه دیگه اون کار میکنه سر خودش میده طرف هنسان اگر یک خانم کار بکنه و چاهمتش مردانگیش میره کار بکنه اما در قبال در اجتماع ما هزاران گپ دیگه هست که خانم از خانم برای گناه تلقی میشه چه حاجت که برای جای کار بکنه و این خواهرم هم با هزاران مشکلات دست و پنجه نرم میکنه و اولاد دارم است و شک دارم است و مگر مریضی میشه اگر مثلا نفقه عیالشان نانشان میشه لباسشان میشه اینا رو هم نمیتونن پر بکنن خب بعضی هاشات بگن که خیلی چرا قدر اولاد بد نیو میرن بعد بختانه در اجتماع ما مروج شده اگر خانه یک نفر دو دانه باید میگن باید مسیح در اولاد داشته باشه انشالله در مورد زبان مردم با فهم و دانششان انشالله حتما هوشیار خواهد شدن و کم فهمیده خواهد شدن و میفهمن درک میکنن که گمان قدر بکنن که با زندگی خود پیش ببرن انشالله علم و دانش میتونه برسانشونه حالا هم خواهرم رو یادآوری میکنن که میرن قاری قرآن هستن در محافل در البته در مراسم های باید اشتراک میکنن اما اونقدر تو که میشه ختم قرآن اینا برشان 500 1000 افغانی که میتونن رو پس دوباره مصرف خانوادهشان میکنن شوهرشان هم مشکلات زیاده دارن و مرمی خوردن نمیتونن کار بکنن حالا هم به سرنوشت نمیتون ماندن در این گوشه و شما هم میتونن این شال در تصویر ببینیم که این موقعیت چقدر دور است از شهر و در اینجا میان اینا زندگی میکنن هستن زندگی دشوار دارن خواهر چی زیاد رنجتان میته؟ چی زیاد دردتان میته؟ با دوستو شریک بسازین من زیاد رنج مامی میته یکی خانه ندارم الحمدلله شکر دلم ما پرست ایمان داریم مسلمان هستیم دوم دیگه همی طفل هاییم که مثلا کاکا و کاکا زده و بچه خدا و بچه کاکا را اینا را که میبینن یا همسایه را که میبینن لباس و رک همی دیج نشب ما اشتوکای ما گوش نخواندیم واقعیت که گوش نخواندیم مرا بسیار رنج میده سونه پدرش رو میبینم سونه اولاده هم میبینم بسیار رنج میده گوش نگی اولاده هم مرا بسیار همه تو چی کده که اگر دست به گدایی بزنن خودم یک قاری قرآن چطور میشه یک جوان است مردم پشتم گفت میزن چطور کنم اینا خودتان رو میبینید تصویر مشاهده کنید که خانه رو می‌بینی نمی‌آولی رو جای می‌شه. خورد خیلی وقت نمیفهمه که مثلا نان از کجا میاد و کی چگونه نان پیدا میشه مجبور است که اینا نان برشان مهیا بسازن و یک شب گرسنگی در افغانستان و خصوصا اطفال خیلی دشوار است و خصوصا نان نباشه و اون مادر چطور برز و اولادش جواب بده که بچه میشه خواب کن نان نیست یعنی نه تنها در این خانواده خانواده زیادی هستن که چون مشکلات داره دارن و در ماما که یک چی ندارم که اینجا حشرات مفته از بالا میره که چی کنم
تیکای بتانم بگرم. تیکای خود دوستو میتونم تصویر شو ببینم. یک چی ندارم که شیشه بگرم. یک جایی ندارم که پلاستیک ما بگرم. بسیار که یک کارت موبایلم برادم صرف میکنم بسیار با مشکل ما رو نگاه میکنم. ببین خواستم از مردم و وطنان رو ما که بینیده هستن. میشه چی پیام؟ من خواستم آمیز میگو یک به دنیا صد با آخرت. باید مرا حمایت کنن. باید مرا کمک کنن. کاری از این فقر بیچارگی بالا کنن. دست ما را بگیرن. تا نرمی اولادای ما خوب تربیه شوه. علم بیاموزن سواد. نمانم در قدر در فقر بیچارگی خانم یک دو اولاد شیعه دگرم. من امید از مردم خود خواهش میکنم. باید مرا حمایت کنم. مکتب میره اولادای تا؟ بله یک تش مکتب میره. کلان؟ بله. سپاس هستم از شما وطنان مهربان. ما هم به خاطر سروی اومدیم. انشاءالله کمک های زمستانی ما حتما با حمایت شما منتظر هستیم که کمک هایتان انشاءالله بر ما برسه. و از دوستای دیگه کمک کردن حتما انشاءالله سراغ خانواده های نیازمند میریم. من فعلا نمیگم چی باشد تا که پلاستیک مادی پخته میکنم که پلاستیک میکنم اونجا در بوریچ گماندیم که زمستان این الله مد بس اون رو میکشم چی میکنم آتش میکنیم نیک پخته میکنم چاره دیگر نیستم فقر بیچاره بنا به خدا انشاءالله پیامتان برنامه تان هم وطنان عزیز ما میبینن کسایی که توانایی کمک دارن میتونن دریغ نکنن خانواده نیازمندی هستن شما هم دیدین مشکلاتش و ما هم انشاءالله روال برنامه ما قسم شده که اول خانواده را میبینیم باز بعدا انشاءالله با حمایت شما دوباره سر میزنیم و کمک هم کاری میکنیم برای حمایت از ما ما را فراموش نکنین پل ارتباطی میان ما و شما مثبت 93 702 92 90 72 بازم تکرار میکنم مثبت 93 702 92 90 72 واتساپ وایبر ما در خدمت شما هست هموطنان مهربان بین از نام برنامه کمک همکاری سوء استفاده دیگه نشه خدا رو شکر که اولین بنیا تا اولین کمک همکاری را که ما در صفحه اینترنتی راه انداختیم یک سیستمی را داشتیم که پیش میبردیم دیگرایی که امروز آمدن به نام کمک همکاری برنامه کمک همکاری را بدنام ساختن همه را به یک دید نبینید شما میتونید امروز ما تماس بگیرین و همون شکلی که شما میخواین پولتان در مقابل کمره بر فامیلای نیازمند رسانده میشه پس بیاین حمایت ما را فراموش نکنین ما را حمایت بکنین تا دست خانواده نیازمند بگیریم امروز به هر شکل به هر نحوی که اونا استفاده میکنن جوابشان در مقابل خداوند هستن و خودشان میفهمن و خدایشان میفهمن پس شما پول را که تا امروز ما بازم میداری میکنن پول کسی که بر خانواده نرسیده میتونن همراه ما تماس بگیرن ما مستقیم انشاءالله حتما برشان جواب میدیم و خوشبخت نه هر ما سروی داریم که از شما هم خواسته میشه که آیا راضی هستین یا خیر کسایی که پولش نرسیده میتونن بر ما تماس بگیرن حتما بر خانواده نیازمند ما میرسانیم و یا اکترانوز برنامه شنیدن لینک برنامه شنیدن بفرستیم که اونا ببینن و دیدمینانشان کامل شد هر کس حرف که میزنه حرف مردم نمیشه زبانشه بگیریم پس بین حمایتون از جوانا و از هموطنانتون فراموش نکنین ممنون تا برنامه بعد و دیدار بعدی شما هموطنان رو به خداوند یکتا و نیاز مسپرم شب روزتان خوش خانواده نیازمند فراموش نکنین زمستان است انشاءالله ما در خدمت شما هستیم از دل اینجا هم فارم مرغداری است که از طرف یک شرکت برای اینا جور شده بوده داده شده اما متاسفانه دستشان تنگ شده میگن مرغای اینجا را فروختن حالا هم تقریبا 60 مرغ به این فارم جای میشه و تجارت کوچکی است که این خانم ها میتونن خود زندگی خود پیش ببرن البته بیشتر میتونن اینو نگاه بکنن یک دونه تخم مرغ تقریبا وطنی 7 الی 8 فروخته میشه که در بازار بیشتر از 10 افغانی یا 15 افغانی فروخته میشه یعنی میتونه برای خانواده اقتصادی تر زندگی کوچکشون رو مرفه بسازه یعنی معیشت زندگیشون رو برآورده بسازه اما هم بین بخیر ان شاء الله بر دیگه با حمایت شما حتما برای اینا مرغ خریداری بکنین با مواد خوراکی و اینا رو فراموش نکنین و این خواهر میتونین دوباره اگر مرغ بگیرین نگهداری بکنین بله چون نمیتونم مرغ زرد بشه باشه میتونم ان شاء الله میکنم شاید اگر ما برتون یک زمینه مساعد بکنیم مثلا اینکه برای شاگردای اینجا که هستن یک تخته و مثلا قلم و کتابچه چیزا بریم درس دادن میتونیم ما خو یک مشکل ما نیست که خانه ندارم یک خانه ندارم مثلا یک خیمه اگر تشه یک طرف یک اتاق جور شه اتاق جور شه شاگردای میرن قرآن شریف یاد بدیم مردم ان شاء الله کارات شه خوب است اتاق برام بندازن اونو ببینین این صاحب خانه اجازه میده بله خوب است دوستایی که میخوان حولاد این وطن قرآن یاد بگیرن و فردا همین ما در یک دعایی برای ما بکنن پس بیاین فراموش نکنین زمینه یک فارم مرغداری و همچنان یک صنف برشان آماده بسازیم تا اینا بتونن به طور دوامدار اولادای وطن درس خدا و درس قرآن بدن پس ما رو فراموش نکنین ممنون هست تک تکتون پس ما رو همراهی بکنین